برای صحبت بیشتر در این باره مرتضی مطهری کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای مطهری، آیا گنجاندن آپارتاید جنسیتی در کنوانسیون منع جنایات علیه بشریت باعث تغییر رفتار حکومت طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان خواهد شد؟ سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت تمام بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. خدمت شما عرض شود موضوع زنان افغانستان با زنان جهان فرق میکنه. زنان افغانستان امروز از خیلی موضوعات اندک در افغانستان برخوردار نیست. حتی زنان افغانستان زمینه زندگی بر اونا مهیا نیست. اگر این موضوع به سازمان ملل متحد اضافه شود، در صورتی در افغانستان تأثیر دارد که سازمان ملل متحد بر طالبان فشار وارد بکند، تحریم وارد بکند. در صورتی که این موضوع هم به سازمان ملل متحد اضافه شود، سازمان ملل متحد به حقوق زنان و دختران افغانستان توجه نداشته باشد، بر رهبرای طالبان و حاکمین امروزی افغانستان تحریم وضع نکند، هیچ تأثیری به حال زنان و دختران افغانستان نداره. چون ما و شما در دو سال چند ماه گذشته شاهد هستیم هر روز سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه افغانستان از حضور داعش در افغانستان نگرانی میکنه و همچنان داعش هم حملاتش بر جهان افزایش داده، اما اقدام عملی در برابر داعش در افغانستان صورت نمیگیره. همچنان داعش در افغانستان رشدش بیشتر میشه. امروز هم اگر این موضوع در سازمان ملل متحد اضافه شود، در صورتی بر وضعیت زنان تاثیر داره که سازمان ملل متحد بر حاکمین امروز افغانستان فشار و تحریم وضع بکنه. اگر تحریم وضع نشه، فشار وضع نشه، هیچ تأثیری به حال زنان افغانستان نداره. بله، علاوه بر این روش چه راهکارهای داخلی و خارجی برای وارد کردن طالبان به نقض حقوق زنان و دختران افغانستان به نظر شما میرسد؟ خدمت شما عرض شود موضوعی که امروز برای دستیابی زنان و دختران افغانستان به حقوقش بسیار مهم است، حمایت داخلی مردم افغانستان است، یعنی حمایت خانواده ها است، حمایت مردان است که از داخل افغانستان اگر خانواده ها و مردا در کنار زنا قرار بگیره، برای حقوق زنا دادخواهی بکنه، این بسیار یک تأثیر خوب برای دستیابی زنان به حقوقش در افغانستان است. و موضوع بعدی که امروز جهان میتونه با زنا و دخترای افغانستان همکاری خوب داشته باشه، او ایجاد و یا فرصت بورسای تحصیلی برای دخترها و زنای افغانستان است که امروز متاسفانه از دختران و زنان افغانستان از رفتن به دانشگاه و رفتن به مکتب محروم است. میتونه که کشورهای همسایه افغانستان و جهان با دختران و زنان افغانستان همکاری بکنه، بورسای تحصیلی در اختیار زنان و دختران قرار بده که تا اونا بتونه از اون طریق به دانشگاه و مکتب را پیدا بکنه و همچنان تجارت‌های آنلاین یا بورسای تجارتی در اختیار زنان و دختران قرار بده. این از موضوعات است که امروز برای زنان در افغانستان مفید است و نتیجه مثبت داره. بله، آقای مطهری، زنان و دختران افغانستان خود چه نقشی در این زمینه برای دستیابی به حقوق خود میتونن داشته باشن؟ نقش زنان اصل محور بحث در افغانستان است که زنها میتونه با اتحادشان به این مشکل راه حل پیدا بکنه. زمینه مقاومت مسلحانه برای زنها در افغانستان نیست که اونا در برابر طالب مقاومت مسلحانه انجام بده، اما میتونه که در کنار از او دادخواهی بکنه. در کنار دادخواهی میتونه که حضور در مدارس آنلاین پیدا بکنه، حضور در تجارت‌های آنلاین پیدا بکنه. ای از موضوعات است که میتونه زنها در افغانستان خودکفا باشه و در شرایط کنونی به حقوقش دست پیدا بکنه. اگر زنها در افغانستان اتحادشان حفظ نکنه، به مکاتب و دانشگاه‌های آنلاین حضور پیدا نکنه، به اقتصادهای کوچکی که توسط آنلاین مدیریت میشه با اونا اشتراک نکنه، منتظر جهان باشه، منتظر سازمان ملل متحد باشه. طبعا سازمان ملل متحد در دو سال چند ماه گذشته برای حقوق زنان و دختران در افغانستان هیچ کار مثبتی انجام نداده و ما به شرایط کنونی هم هیچ امیدی از سازمان ملل متحد
برای آینده زنان و دختران افغانستان نداریم، چون ما در دو سال گذشته تجربه شان دیدیم. به شرایط کنونی موضوعی که بسیار مهم است و موضوعی که بسیار مفید است حمایت داخلی مردم افغانستان و اتحاد و وحدت خود زنان برای شرایط کنونی به افغانستان مفید واقع میشه. ممنونم از شما مرتضی مطهری از اسلام آباد.